ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. با تشکیل حزب رستاخیز در سال 1354 شاه نه تنها انقلاب شاه و ملت را جریانی دائمی میدید، بلکه آن را انقلابی اجتماعی مینامید که همه جامعه را باید در بر میگرفت. همه این کوشش ها بر اساس اصول انقلاب اجتماعی ایران و انقلاب شاه و ملت انجام می‌گیرد که هیچ وقت متوقف نمی‌شود و پیوسته در حال اجرا و در این حال در حال تکامل است. خود شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ نوشته است که تشکیل حزب رستاخیز وسیله‌ای بود برای بسیج نیروهای ملی در راه ترقی و گفت و شنود سیاسی. داریوش همایون از اعضای برجسته حزب میگوید هدف ایجاد فضای باز سیاسی و مشارکت مردم در امور بود. اصل تشکیل حزب رستاخیز از شکست نظام دو حزبی برخاست که به بن‌بست رسیده بود، برای اینکه حزب ایران نوین صرفاً یه ماشین سیاسی بود، کسانی که به مقاماتی می‌خواستن برسن در اون حزب بودن یا کسانی که به مقاماتی رسیده بودن، ولی همه کسانی که به مقاماتی رسیده بودن در اون حزب بند نمی‌شدن به اصطلاح، برای اینکه اون حزب می‌خواست مداخلات در کار حکومت بکنه و اونا حزب رو فقط یه نردبانی می‌دونستن. حزب مردم هم که هر سال یه دبیرکل از دست می‌داد برای اینکه نمی‌دونست چه کار بکنه، کمترین انتقادی که از اوضاع می‌کرد به خود شاه برمی‌گشت. شاه در ترتیب دادن انتخابات درمونده بود با نظام دو حزبی اون وقت و انتخابات علت اصلی تشکیل احزاب بود در ایران. اگه لزومی به انتخابات نبود اصلا بالا حزب نمی رفتن. علاوه بر این مشکلات کار توسعه ایران همون وقت آشکار شده بود در سال 53 و 54. می بایست یه تغییری در نظام حکومتی داده بشه و با اون نظام حزبی امکان نمی داشت، برای اینکه یه منافع مستقری در اون نظام به وجود آمده بود که کسی نمیشد تکان داد. دانش شاه سعی کرد مشکل سیاسیش رو با تغییر دادن نظام حزبی آسان بکنه یا حل بکنه. هدف شاه هرچی که بود به گفته فؤاد روحانی برداشت و تصور مردم کاملا متفاوت بود. مردم اینطور تصور میکردن اگر هم واقعا اینطور نبود که هیچ اقدامات صنعتی، تجارتی، اقدامات فردی هیچ کدام بدون یک نوع توافقی با دستگاه دربار و هیئت حاکمه عملی نیست. یعنی هیئت حاکمه به اندازه مسلط بود به تمام جنبه های زندگی مردم که نمیشود گفت که آزادی وجود داشت. ولی خب این عقیده عمومی این بود، به قول یون که میگوید که فرق هست بین حقیقت و اون چه که مردم خیال میکنن حقیقته، ولی نتیجه هر دوش یکیه. میگوید اگه یک کسی خیال کنه که با من دشمنه، بچه‌ای که من دشمن نیستم و بیاد من بکشه، خب من کشته شدم. ولی که هرچی من بگم من دشمن نبودم، میگه فرق نمیکنه. فکر او اینه که تو دشمنی. در ایران هم یه همچین حالتی پیدا شده بود، یعنی مردم ولو اگر همینطور نبود، حالا بنده نمیدونم شاید هم تو اندازه بود، ولی اگر هم نبود مردم عقیده شون این شده بود که هیچ نوع آزادی ندارن، نه آزادی عمل تجارت دارن، نه آزادی افکار دارن، نه آزادی نشریات دارن. این فکر مردم بود. البته بنده خیال میکنم تا اندازه‌ای واقعا افراط بود در این فکر، ولی فرق نمیکنه مردم اینجور فکر میکردن و این فکر نارضایتی که عرض میکنم هم از اینکه مطابق با واقعیت باشه یا نباشه اثرش هست. این اثر یعنی در تمام جامعه یک حالت نارضایی به خودش گرفته بود. برای مخالفان مداخله در امور و توسل به حزب فراگیر نشانه ای دیگر بود از استبداد که به گفته مهندس بازرگان مظهر آن شخص شاه بود. زمانی بود که از همه طرف در واقع اظهار نارضایتی می شد و این وحدت تقریبا در بین مردم به شاه و وجوه مختلف پیدا شده بود که منشأ بدبختی ها و گرفتاری های مملکت در واقع استبداد، برخلاف گفته مصدق که شاه در نظام مشروطیت سلطنت می کند نه حکومت، یعنی نباید حکومت بکنه و سلطنت هم یه امر تشریفاتی بیشتر نیست، حالتی پرچمی رو داره، ولی خب همه چی دست شاه بود و دیگه نارضایتیش به همه طبقات حتی به افسرها و به خود
کارمندان دولت و وزرا اینا رسیده بود. یکی از نزدیکان شاه اردشیر زاهدی بود که نه تنها با تشکیل حزب بلکه با شرکت اجباری در آن مخالف بود. من اصولا مخالف یک حزبی بودم و راجب رستاخیزم شاید تنها کسی بودم که حتی وقتی که کاغذ فرستادن به امریکا، کتاب فرستادن اعضا، به همکارای خودم گفتم هر کس دلش میخواد میتونه بنویسه در اینجا امضا بکنه و به همین دلیل خودم هم اون رو امضا نکردم. به اعلیحضرت عریضه نوشتم که اون نامم هست، دستخط اعلیحضرتم هست که تصحیح فرمودن حرفای منو. گله‌مندم شده بودم که چه در ایران به دروغ گفتن اینطوره، حق رو به من داده بودن. گرچه شاه گفته بود هر کس به حزب رستاخیز نپیوندد باید از کشور برود، داریوش و همایون میگوید حتی این سخن شاه هم تشویق بیشتر به مشارکت در امور بود. شاه یک چنین سخنی گفت در هنگام اعلام حزب رستاخیز، ولی حزب رستاخیز هرگز چنین سخنی نگفت و یک نفر هم وادار به خروج از ایران نشد به دلیل اینکه به عضویت حزب در نیامده بود و خیلی هم در نیامدن چون اصلا عضویت نداشت این حزب. یک نشانه این که این حرف در سطح سیاسی بی‌معنی است، اگرچه در سطح روابط عمومی معنی خودش رو داره، همینه که اصلا کسی کارت عضویت نداشت که معلوم بشود باید از مملکت برود بیرون یا نرود. اصلا صحبت ها نبود در حزب. یه حزب غیر رسمی خاصی بود، یه چیزی به ترکیب غریبی بود، فقط در ایران هم پیش آمد و بس. این از طرفه های تاریخ ایرانه و باور کردنش دشواره، ولی حقیقتا اندیشه‌ای که پشت سر تشکیل حزب رستاخیز بود باز کردن فضای سیاسی بود. شعار غالب بر حزب رستاخیز مشارکت بود. مشارکت یک کلمه جانشینی بود برای دموکراسی. از دموکراسی زیاد نمیشد صحبت کرد برای اینکه فرض بر این بود که ایران دموکراسی هست، فرض رسمی البته بر این بود، ولی خب دموکراسی بود که درش مشارکت مردم وجود نداشت. مشارکت شعار حزب رستاخیز بود و تلاش حزب رستاخیز هم برای افزایش این مشارکت بود. نمونهش همین بود که سازمان حزبی به هر حال به دورترین جاهای کشور و پایینترین واحدهای جمعیت و تجمع هر دو رسید و رویاروی قرار دادن مسئولان کشور با مردم در شهرهای مختلف، در جاهای خیلی دور افتاده که هم چیزهایی اصلا ندیده بودن، اینا همه تلاشهایی بود برای افزایش مشارکت مردم. در هر حال حزب رستاخیز نتوانست بر مشارکت مردم در امور بیفزاید، اما ناراضیان و مخالفان مشارکت خود را در گفت و شنود ملی که مورد نظر شاه بود با اعتراض به خود او آغاز کردند. یکی از آنها علی اصغر حاج سجوادی بود. نامه‌هایی که بنده شروع کردم سال 1354 بود و علت نوشتن این نامه‌ها همی بود که مسئله تشکیل کمیسیون رسیدگی به ضایعات بود که به وسیله شاه اعلام شده بود و رسیدگی به اسلام مسائل فساد و زیاده روی هایی بود که باز هم دومین کمیسیونی بود که زیر نظر و ریاست آقای معینیان رئیس دفتر شاه تشکیل شده بود که به اصطلاح به گزارشات برنامه هایی که دولت و وزرا در دست اجرا داشتن و انجام نشده بود رسیدگی میکرد. به این مناسبت من این دو نامه رو نوشتم و محور اصلی و زمینه نامه ها هم این بود که به اصطلاح چون شما حقوق مردم رو زیر پا گذاشتید و در نتیجه استبداد و بسیار خودکامگی که شخص شما اعمال میکنید، بنابراین این دستورهایی که شما صادر میکنید و این کمیسیونهایی که الان معایب رژیم اقتصادی اجتماعی و سیاسی آشکار شده و شما در صدد رفعش هستید، تمام اینا راه حل سیاسی داره و اون هم راه حل آزاد کردن جامعه، راه حل بازگشت دموکراسی و بازگشت به مشروطه و حقوق مردمه. جمعی از سیاستمداران ملی هم که از حکومت بر کنار بودند نامه‌ای سرگشاده به شاه نوشتند. یکی از آنان دکتر شاپور بختیار بود. ما در یک موضوع همه متفق القول بودیم، این است که این رژیم قانونی نیست به علت اینکه قانون اساسی که مبنای اون حکومت مشروطه است محترم شمرده نمیشه. ولی یک خط داشتیم که اگر قانون اساسی اجرا بشه مسلماً مملکت خیلی از مسائلش حل میشه که اولین مسئله مهمش حرمت به قانون و حرمت به ایرانیان متقابلنه. و این نامه که شما میبینید اغلب قسمتهاش به قلم آقای بازرگانه که خودش بعد امضا نکرد. او میگفت که بایستی که
100 نفر امضا بکنند. استدلالی که ما میکردیم همه میگفتیم آقا اشخاص سرشناسی امضا بکنند که وقتی شاه میخانه نامه را یا نگاه میکنه نپرسه این کیه؟ این کیه؟ این کجاییه؟ این نمیدونم چه کرده؟ سابقه چی بوده اینا؟ پس اگر بخوای 2000 نفر شما بکنی معنا نداره. 10 نفر و 15 نفر رو میشه جز، میشه گفت آقای دکتر صدیقی جناب عالی امضا کنید، آقای مهندس خلیلی شما امضا بکنید، آقای نمیدونم سروری احیانا صحبت کنم شما امضا کنید، اینا رو میشناسن مردم. و خود شاه هم در هر صورت کم و بیش آشنایی با اخلاق رویشون داره. از این جهت ایشون امضا نکرد و این رو میذارم کنار که سلیقگی کرد. بالاخره نامه نوشته شد و به همین ترتیب که دیدید امضا کردیم. دو شماره برای دربار، یکی با سفارشی، یکی به طور عادی فرستادیم، برای سازمان امنیت فرستادیم و 48 ساعت هم به هیچ جای دنیا مطلقا اطلاع داده نشد. اطلاع داده شد یه نامه نوشته شده ولی چه و اینا هیچ کس. گفتیم نامه نوشته به احترام مقام سلطنت ما 48 ساعت یا 3 روز صبر میکنیم تا این نامه به دست صاحب کار برسه، بعد اون وقت میکنیم. همینطور هم عمل کردیم. شاه وقتی که این نامه را میبینه نصیری رئیس سازمان امنیت را میخواد و میگه اینا یه مش آدم های منفی بافن، پرت میکنه کاغذ را و این نامه هست. نامه است خیلی آبرومند از نظر احترام به شاه، آریا مهربازی توش نیست ولی به پیشگاه اعلی حضرت و همایون، چیزیست که در قانون اساسی هست. ما نه یاقی بودیم نه چی بودیم، حرفای منطقی رو میگفتیم و حاضر بودیم که بشنویم. به نام خیلی ساده است که ما از شما که ضامن اجرای قانون اساسید انتخابات آزاد میخواییم. شما پادشاه غیر مسئول و نگهدار قانون اساسی هستید و اون چه که در اونجا نوشته یه یادآوری است که به ایشون اونجا شده. هیچ چیز اهانت آمیزی مطلقا درش نبود. با وجود این به قول نظامی گنجوی که میگه گر سخن راست بود جمله در، تلخ بود تلخ که الحق و مر. چون حق تلخه ایشون بدش آمد از این موضوع. البته خود مهندس بازرگان که متن اصلی نامه را نوشته بود میگوید که به دلایل اصولی نامه را امضا نکرد. تا اون موقع عده خیلی کمی و از جمله نهضت آزادی و بعضی از دوستان جبهه ملی تنها تقریبا خب توده یام البته سر جای خودشون اینها بودن که اعتراض میکردن. اون موقع این فکر آمد که حالا که این وضع پیش آمده و صدای اعتراض و فریاد تقریبا از همه طرف هست، یه نامه یه نوشته در بیاد که امضا کنندش منحصر به نهضت آزادی یا جبهه ملی نباشه، بلکه هم بازاریا هستن، هم دانشگاهی ها هستن، هم کارگرا هستن، هم استادا هستن، هم از کنم که نظامی های نام هستن، همه در واقع اعتراض کننده باشن. شروعش و پیشنهادش از طرف ما بود، یعنی در همون نهضت آزادی بود و خب بندم بیشتر قلمش قلم بنده بود، نسبتا هم تند بود، یعنی صریح بود، صریح بود و معقول و معدب، ولی خب سریع به شاه. و اینو ما خیلی عرضه کردیم که به اصطلاح اشخاصی که موجه هستن و شناخته شده هستن از طبقات مختلف اینو امضا بکنن، از جمله به دوستان جبهه ملی هم عرضه شد. اون آقایون یعنی مثلا آقای دکتر بختیار مخالفت کردن، گفتن نه ما نمیخواییم باز اشخاص مختلف بیان و بعد بلوا و جنجال و نمیدونم هر جا مرجی باشه، باید همون کسانی که تا به حال رهبری داشتن، رهبری جبهه ملی یا رهبری مبارزه رو داشتن، فقط اونها امضا بکنن. بهشون گفته شد که این نامه به عنوان رهبری نیست، ما نمیخوایم با این نامه در واقع یه حزبی درست بکنیم یا یه جمعیتی درست بکنیم که مثلا بنده رهبرش باشم یا شما باشید یا دیگری باشه یا فلان باشه، ما میخوایم یه صدای ملت در بیاد. خیلی اون آقایی اصرار کردن که نه، خلاصه حاضر نشدن، ما هم حاضر نشدیم، بنابراین اونها به امضای خودشون فرستادن و ولی اون که با امضای اون سه نفر امضای خصوصی اون آقایان بود، ولی اصل نامه و پیام نامه یه نقطه عطفی بود در تاریخ ایران.
و به گفته دکتر کریم سنجابی، یکی از امضا کنندگان، نوشتن این نامه واکنش‌های تندی به دنبال داشت. اول فکر این بود در واقع یک نامه عمومی به شاه بنویسیم، ولی افرادی بودن محافظه‌کار بودن امضا نمی‌کرد، افراد دست دوم شاه اونا رو نمی‌شناخت. این بود که مهندس بازرگان و آقای بختیار و آقای فروهر با بنده صحبت کردن، من موافق بودم که یک اقدامی بکنیم و به نظر من آمد که یک نامه به شاه بنویسیم. نامه را آقای بازرگان نوشتن، دادن به من، اصلاح کردن. بعد آقای بازرگان 6-7 نفر از رفقای خودش را معرفی کرد که امضا کنن. ما گفتیم به ایشون آقا این نمیشه، یا باید امضا وسیع باشه یا عده معدودی باشه که بر شاه معلوم باشه. این بود که بازرگان حاضر نشد امضا کنه. بنده امضا کردم، فروهر و بختیار امضا کردن، برای شاه فرستادی. بلافاصله واکنش نشون دادن، در خانه من را بمب زدن، در خانه فروهر را بمب زدن، ولی با بختیار کاری نداشتن. این واکنش های تند منحصر به سیاستمداران نبود. هواداران و بنیادگذاران جمعیت‌های سیاسی و حقوق بشر که با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در تماس بودند، نیز به گفته علی اصغر حایست جوادی از گزند مسون نماندند. اون موقعی که شروع کرده بودند به زدن بعضی از افراد و گذاشتن بمب در منزل‌ها و تلفن‌های تهدید، در همون موقع رئیس فدراسیون حقوق بشر آمریکا آمده بود ایران و در مذاکراتی که شد گفت که من در شیراز همراه شاه بودم و به ایشون تذکر دادم که ما یه موافقتی کرده بودیم برای باز شدن بسیار فضای سیاسی و ما الان که گزارش ما رسیده است می‌بینیم که شروع شده به زدن و گرفتن و ایجاد رعب و خفقان. و در همون بود که بعضی از آقایان رزده بودن، مثلا جلوی منزل آقای مهندس بازرگان بمب گذاشته بودن، آقای دکتر پیمان رو برده بودن در صحرای کرج کتک زده بودن و به تلفن‌های تهدیدآمیز به ما می‌کردند. علی‌رغم این اقدامات، وضع زندان‌ها به گفته داریوش و همایون در سال‌های آخر بهتر شده بود. فراموش نکنید که صلیب سرخ دو بار به بازدید زندان‌های ایران آمد. شمردن زندانی‌های ایران رو، 3300 تا بیشتر نبودن. بهترین رفتار با اون زندانیان می‌شد. مصاحبه می‌کردن باشون، آزادانه هر جا می‌خواستن می‌رفتن. ما اون وقت هرچی از این کارا میکردیم جز دشنام نصیبی نمیبریم، ولی بود این چیزا، این پیشرفتها داشت میشد. یکی از وکیلان مدافع زندانیان دکتر کریم لاهیجی علت کاهش بدرفتاری را فشار بین المللی میداند. صدها ناظر بین المللی توسط سازمان های حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانا به ایران میان و یا در محاکمات گروه های سیاسی یا اعضای وابسته به دو جریان چریکی شرکت می کنن و یا اینکه در حال با مصاحبه های متعدد با شاه، با هویدا، با وزرا، با حتی مقامات دادرسی ارتش، اینها رو در جریان اعتراضات بین المللی که در حول و حوش مسئله زندانیان سیاسی و شکنجه و بدرفتاری با اونها در اون زمان انعکاس داشت قرار می دن. و شاه هم نظر مسائل بین المللی از یک طرف از خودش میخواست یه چهره متمدن مدرن باب مناسبات و روابط بین المللی معرفی بکنه، در پرسپولیس در تخت جمشید جشن بذاره و تمام رجال و شخصیت‌های دنیا و سلاطین رؤسای جمهوری رو دعوت کنه، از یک طرف هم تحت فشارهایی بود. اینی که روی این فشارها اینها مجبور شدند یک حداقل کنترلی رو توسط سازمان‌های بین‌المللی بپذیرند. در تابستان 1356 نارضایی‌ها به اوج رسید. نامه‌های سرگشاده افزایش یافت و انتقاد از اوضاع سیاسی و اقتصادی حتی از زبان نزدیکان شاه هم شنیده می‌شد. شاه سرانجام به فکر تغییر دولت افتاد و به صدارت 13 ساله امیر عباس هویدا پایان داد. اردشیر زاهدی از مخالفان هویدا و دولت او بود. مردم اظهار نارضایتی میکردند. جریان کمبود برق و غیره پیش آمد که علازت ناراحت تر شدند. خود من هم به عریضه بارها حضورشون نوشته بودم و ازشون استای کردم که چون این جریانه من اجازه بدن مرخص بشم. بعد من فرمودن که دستخط فرمودن که نه، شما اونجا باشید، این جریان هم تا چند هفته دیگه عوض میشه.
بهشون عرض کردم که این رو ممکنه بفرستید، حتی 1,000,000 هم بهش بدید بره در اروپا کیف بکنه، یا بفرستش به دانمارک یا چیزی. بعد علازت فهم بودن که این آمد اینجا و من خجالت کشتم و بالاخره بهش گفتیم که بیاد در وزارت دربار. این بود که به من فرمودن از اونجا از کالیفرنیا آمدم رفتم به جنوب فرانسه، مرحوم علم که سرطان داشت اونجا مریض بود، که با او صحبت کنم، چون به اونم چیزی گفته نشده بود وقتی اعلام کردن که این میشه وزیر دربار، که مرحوم علم استعفا کرد. از اون طرف هم اعلیحضرت از کاراش قدردانی فرمودند و اینا پخش شد در اون وقت. به گفته علی اصغر حاجی جوادی، شاه عملا هویدا را قربانی کرد، اما رفتن هویدا نیز خبر از این میداد که شیرازه امور دیگر از هم گسیخته است. فضای بسته سیاسی در سطح شهرها، در سطح دانشگاه، در سطح بازار، در سطح حوزه‌های علمی شکسته شده بود. یعنی مسئله نارضایتی آشکار شده بود و شاه دیگه نمیتوانست حکومت بکنه و به این ترتیب بود که هویدا رو قربانی کرد. بنابراین رفتن هویدا در واقع نشون میداد که زمینه قدرت حکومت، قدرت رژیم به طور کلی سست شده. و بنده اشاره میکنم به مسئله‌ای که گویا ظاهرا لنین میگه، میگه انقلاب در یک صورتی به وقوع میپیوندد که یا دولت نتواند حکومت بکنه یا مردم زیر بار حکومت نرن. در پاییز 1356 در کنار دشواری‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، آثار تضادهای فرهنگی در جامعه ایران نیز مشهود بود. شاه ایران را در آستانه تمدنی بزرگ می‌دید که به گفته داریوش و همایون فاقد جوهر و جهت فرهنگی و فکری بود. دستگاه فرهنگی محمد رضا شاهی سیاست مشخصی خودش نداشت، حرفی برای گفتن نداشت، کسی را هم که حرفی داشت نمی‌گذاشت حرفشو بزنه. به علاوه به عقیده احسان نراقی، فرهنگ دستگاه حاکم و فرهنگ مردم از هم جدا شده بود. به عنوان جامعه شناس من میدم که معتقدات جامعه، پندارها و اعتقادات جامعه یک اهمیت اساسی داره که رژیم و از رژیم بالاتر روشنفکران ما از اون غافلن. من میگفتم که این راه ما رو به بنبست میکشونه و ما مملکتمون تفکیک و تقسیم میشه به دو گروه، یک گروه مستفرنگ و یک گروه سنتی، و اینا همدیگر زبون همدیگر نمیفهمن و میشن دو ملت و دو قوم، و این برام آینده ما خطرناک. ریشه این جدایی و تضاد در برخورد ایران با فرهنگ غرب بود. به گفته داریوش و همایون، حتی دولت که میخواست جامعه را با الگوی تمدن غربی نوسازی کند، نتوانسته بود کاری عمقی و اساسی انجام دهد. برداشت ما در برخورد با غرب از اساس خراب بوده، برای اینکه ما متوجه نشدیم که یه چیزی در ریشه ها و پایه ها اشکال داره. خیال کردیم که ظواهر رو اصلاح بکنیم. کوشش های توسعه در اون زمان هم به اون عمق لازم نرفت. به همین دلیل ما روی سرعت و عمق شکست خوردیم، نه روی اصل موضوع. و حتی رهبران فکری جامعه که میکوشیدند جوهر فرهنگ غرب را خوب بشناسند، به گفته نجف دریابندری، در تبیین آن برای مردم دچار مشکل بودند. به نظر من روشنفکران ما
از حدود سالهای بعد از انقلاب مشروطه همیشه دچار نوعی لکنت زبان بودن، یعنی مطالب خودشون رو خیلی روشن بیان نکردن. در روشن فکرهای صدر مشروطه مثل میرزا ملکم خان مثلا، نوعی روشنی و قاطعیت فکر و زبان هست که بعدا نظیرش رو کمتر میبینیم. تلاش های بعدی هم غالبا دست و پا شکسته بوده. به نظر من اون مقدار مفاهیمی که روشنفکران مطرح میکردن نمیشه گفت از جامعه خودمون برخواسته بود. به همین دلیل هم وقتی که به اصطلاح کار از خرکتر رفت، روشنفکران که خود بنده هم یکی از اونها باشم، ناگهان متوجه شدن که تماسشون رو با واقعیت جامعه از دست دادن. دوره ما از اون دوره هاییست که میون سواد اعظم جامعه و اون عده قلیلی که اسم خودشون رو روشنفکر میذارن نوعی شکاف و عدم تفاهم پیش میاد. در این احوال گسترش آموزش غیر مذهبی به گفته مهندس بازرگان روحانیون را متوجه کرد که آنها هم از پیروان خود عقب افتاده اند. علما و طلاب خیلی زود حس کردند که مشتری ندارند. اون وقت قشر جوانشون و مخصوصا وعاظی که خب کارشون تبلیغ و حرف و سخن در میان مردم بود، اونها پس نظری در افکار و بیان و برخوردشون اونها دادن. این که کتاب های ماها رو میگرفتن و برای بعضیشون در واقع خوراک منبرشون بود و وعاظ جدیدی که پیدا شدن اونا سعی داشتن به این که با زبان علمی و با زبان روز و با طرز تفکرهای دنیای جدید صحبت کنن و مطرح کنن این مسائل. جنب و جوش فکری و فرهنگی تازه‌ای که بعد از جنگ دوم در میان روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی شروع شده بود با وقایع 28 مرداد دچار وقفه شد. به گفته نجف دریابندری، درگیری‌های سیاسی و علل و عواقب واقعه 28 مرداد تا مدت‌ها روشنفکران را مأیوس کرده بود. من در سال‌های اول بعد از مرداد 32 در زندان بودم و طبعا از جو بیرون تجربه دست اولی نداشتم، و اما جو درون زندان که عده زیادی از روشنفکرهای چپ و چند تنی هم از عناصر ملی اونجا بودن، جو بهت‌زدگی و شکست و تفرقه بود. در اواسط سال 37 که من بیرون آمدم، فضای جامعه رو به کلی غیر از اون دیدم که قبلا بود. در این فاصله سیل درآمد نفت در جامعه جاری شده بود و بیشتر روشنفکران آرمان‌های سیاسی اجتماعی رو کنار گذاشته بودن و سرگرم زندگی پرمصرف و اندوختن ثروت بودن. حتی کمی هم که نتونسته بودن خودشون رو با وضع جدید منطبق کنن، گرفتار الکل و بدتری الکل شده بودن. در اواخر دهه 1330 جو سیاسی تا حدی بازتر شد و به جو فکری و فرهنگی هم حرکتی تازه داد. به نظر دکتر رضا براهنی، چاپ غرب زدگی کتاب معروف جلال آل احمد نقطه عطفی در این دوره شد. به نظر من یک دوران خاص سردرگمی هست که این از سال 32 تا سال 40، یعنی از کودتای 28 مرداد تا زمان چاپ غرب زدگی جلال آل احمد ادامه داره. به نظر من موقعی که غرب زدگی چاپ شد، اثرش روی روشنفکرها یک اثر فوق‌العاده مثبت بود و هدف خاصی رو برای روشنفکرها تعیین می‌کرد که اون هدف عبارت بود از متعهد کردن ادبیات، فرهنگ، هنر هم در مقابل هجوم آنارشی که به اصطلاح فرهنگ غربی و هم در برابر تسلط فرهنگ سلطنت و فرهنگ اون اشرافیت خاص سلطنتی. از این نظر به نظر من تقریبا نسل ما از غرب زدگی جلال یک جهت خاصی گرفت که بعد از اون روشنفکرها به دو دسته تقسیم شدن. اونایی که در برابر حکومت وایستادن و قدمشون به اصطلاح مخالف حکومت بود، گاهی ادبیات خیلی جدی به وجود آوردن، گاهی ادبیات رو با ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری ترکیب دادن و در نتیجه شاید اون ادبیات چندان خوبی نبود، و گروه دیگه‌ای که جذب به اصطلاح حاکمیت شدن و نوع خاصی از ادبیات حکومتی رو به وجود آوردن.
که البته روشنفکران جدی ایرانی همیشه مخالف اون نوع ادبیات و حکومتی بودن. و در صدر مخالفان ادبیات حکومتی جلال آل احمد بود که به عقیده دکتر هما ناطق زبان پرخاشگر او مایه شهرتش شد. روشنفکران به نظر من در سالهای 40 یک عده گرایش داشتن به افکار مذهبی مثل آل احمد و فکر میکردن که اگر که بتونن خلاصه روشنفکران رو با روحانیت یک آشتی بدن میتونن استقلال ایران رو حفظ بکنن و میتونن که علیه استعمار و استثمار به جنگ برخیزن. گرایش دیگه گرایش چپ بود که فکر میکرد به موازات همون گرایش مذهبی میتونه به همون نتایج دست پیدا کنه. اون چیز که مهمه زبان این دوتا گرایشه. زبان این دوتا گرایش هرگز یک زبان انتقادی نبود، بلکه زبان دشنام، زبان تکفیر و زبان طرد بود و اختناق دامن زد به این حرفا، برای خاطر اینکه هر کسی که بیشتر فحش میداد بیشتر برنده داشت. آقای آل احمد برنده بود به خاطر اینکه دشنام میداد. اما احسان نراقی معتقد است که آل احمد درد اساسی جامعه را دریافته بود و اهمیتش هم در همین بود. آل احمد غرب زدگی در ایران دید، با یک دید حساس و ذهن وقادی که داشت خوب تشخیص داد که یک عوامل غیر طبیعی داره در جامعه با پیدا میشه، انحرافی و ناجور با جامعه و سنخ فکری جامعه، اون رو گفت، فریاد زد. در هر حال آل احمد از اولین روشنفکران غیر مذهبی بود که در محافل روحانی هم جلب نظر کرد. مذهبیون خود بیش از پیش به فکر تطبیق با زمانه افتاده بودند. مهندس مهدی بازرگان از نخستین کسانی بود که مذهب را با دانش جدید سازگار می دیدند و می خواستند دین را به عنوان راه و رسم زندگی به جوانان معرفی کنند. به گفته خود بازرگان، عده‌ای از روحانیون هم این شیوه کار را پسندیدند. مرحوم مطهری و مرحوم طالقانی و تا حدودی هم مرحوم ابن الدین، اینها در نتیجه احساس اینکه باید در قشر جوان و تحصیل کرده و مردم جدید باید وارد شد و اونها رو باید به طرف دین و اسلام و خدا و حقایق برگردون، ناچار اونا هم در مجالس این عده و در مباحثی شرکت میکردن و به این ترتیب یه تفاهم و همکاری در برنامه های عمل، چه عمل دینی، چه عمل اجتماعی و چه بعضن عمل سیاسی، ما بین ملیون مسلمان و این عده از علما پیدا شد. یکی دیگر از روشنفکرانی که تفکر دینی داشت دکتر علی شریعتی بود که پاسخ به نیازهای انسانی را در دین میدید. راه زندگی و نجات و کمال بشر و پاسخ گفتن به عمیق‌ترین و متعالی‌ترین نیازهای انسان. بنابراین برای تعریف مذهب قبلا باید انسان را بشناسیم. دکتر شریعتی به گفته مهندس مهدی بازرگان، مذهبیون را با مسائل جدید اجتماعی آشنا کرد و مفاهیم مذهبی را با تعاریفی جدید به غیر مذهبیون شناساند. دکتر شریعتی موقعی در اروپا درس می‌خوند که احزاب کمونیستی ایران و توده‌ای در زمینه مالکیت و در زمینه مسائل اقتصادی الغاها و اشکالات و ایرادهای مطرح می‌کردن. دکتر شریعتی از این جهت تحصیلاتش هم چون در جامعه شناسی بود، اتفاقا بنده توصیه کرده بودم وقتی مرحوم پدرش آمد با من چیز کرد که زمان میخواد بره اروپا چه درس بخونه، من گفتم جامعه شناسی بخونه، برای اینکه اتفاقا حملاتی که حالا بیشتر به دیانت و به خداپرستی میشه از ناحیه افکار جامعه شناسیه و او در واقع این قسمت رو، این مشکل و مسئله دوم رو حل کرد و همونطور که میدونی قلمش و زبانش یه تأثیر و نفوذ فوق‌العاده‌ای مخصوصاً در جوان‌ها متدینین داشت و در واقع انقلاب اسلامی ما دو پایه از سه یا چهار پایه اصلیش رو مدیون دکتر شریعتیه، یکی مسئله شهادت و یکی مسئله امامت یا رهبری. این اگر
افکار و انتشار افکار به طور شریعتی نبود، مسلم این انقلاب اسلامی ایران به این پیروزی نمیرسید. نجف دریابندری معتقد است که دکتر شریعتی فاصله میان روشنفکری و دینداری را از میان برداشت. به نظر من شریعتی یکی از اولین کسانی بود که با داشتن زمینه مذهبی و با حفظ این زمینه مقداری از معارف روشنفکران رو هم کسب کردن. یعنی در واقع می شود اسم شریعتی و امثال او رو روشنفکر متدین گذاشت. این پدیده روشنفکر متدین در جوامع دیگه به هیچ وجه تازگی نداره، ولی در ایران غالب روشنفکران ما فکر میکردن که روشنفکر باید لزوماً غیر متدین باشه. بنابراین امثال شریعتی درست توی همون شکافی که عرض کردم قرار میگیرد. اما داریوش و همایون عقیده دارد که کار شریعتی تازگی نداشت. اون چه که شریعتی انجام داد نوگرایی و نوگری نبود، آراستن همون اندیشه، همون جهانبینی کهن و کهنه هر دو با ظواهر تازه بود. شریعتی به یک تعبیر کاری رو کرد که از سید جمال الدین اسدآبادی افغانی شروع شده بود. تمام این اصلاح طلبان مذهبی در 100 سال گذشته سعی کردن این بنای کهنه رو با تزیینات تازه قابل قبول بکنن برای عصر جدید. جامعه ایران از بعد از جنگ دوم تحت تأثیر 2 جریان نیرومند فرهنگی بود. یکی جریان نیرومند چپ انقلابی، یکی اسلام انقلابی. شریعتی هنرش در این بود که این هر دو رو جمع کرد زیر یک چتر. مد بود جوان ایرانی اگر در جهان انقلابی نمیزیست عقب افتاده محسوب میشد، طرد میشد. در نتیجه وقتی شریعتی آمد با بهره‌ای که از سخنوری برده بود، با نثر گل و بلبلی تازه تر خودش و اندیشه هایی که ظواهر مترقی پیشرو انقلابی داشتن، مقاومت ناپذیر شد برای جوانان. تأثیر دکتر شریعتی در میان جوانان مذهبی و غیر مذهبی بی سابقه بود و به گفته دکتر احسان نراقی در خلأ فرهنگی حاکم دکتر شریعتی به بسیاری از جوانان هویت داد. خب خیلی مهیج بود دیگه، برای اینکه اون نسل جوانی که بی هدف رژیم بارش می آورد، اینا در شریعتی یک هدفی می دیدن، یعنی یه راهی نشون می داد بهشون و یک دلگرمی می داد بهشون بالاخره. ولی برداشت او از امور دینی و از اسلام یه برداشت خاصی بود که همه جا مورد تایید همه به اصطلاح اسلام شناسان و روحانیون نیست. حتی عده رو مثلا بدعتگذاری میدونن که انتقاداتی بهش دارن. اون جنبهش رو بگذاریم، جنبه اجتماعیش خیلی قوی و مؤثر بود. نفوذ شریعتی در میان جامعه نه تنها سنتگرایان مذهبی که دولت را نیز علیه او برانگیخت. در گذشت شریعتی که پس از آزادی از زندان و سفر به اروپا در تابستان 1356 اتفاق افتاد، خود منشأ فعالیت‌های علیه دولت شد. دکتر علی امینی میگوید که بدرفتاری با دکتر شریعتی را با شاه در میان گذاشتم. وقتی راجع به شریعتی بهش گفتم، گفت اشتباه بزرگ. گفتم نه فقط شریعتی رو، پدر شریعتی هم گرفتن. گفت عجب، پس من واقعا رفتم پلو علم با شریعتی ارتباطی داشتم. خب میگم یا خود روشن فکر کیست اینا؟ رفتم پلو علم، گفتم با شریعتی با چی گرفت؟ گفت این آخوند با هم دعوت، گفتم بهتر شما این آخوند متجدد با اون آخوند جوشنی داره دعوا میکنه، خب بذارید بهتر شما این کار بکنه. گفتم شما کتابش خوندی؟ گفت نه. بعد یه کمیسیون باید که این کتاب هایی بخونه. گفتم اون سهمه هایی گفتم نمیفهم این کتاب ها رو، آخه این چه حرکتی شما میکنی؟ بعد اینه بردید با یه دره چاقوچش رو فرای ترتو گذاشه، اصلا توهین. خب این کار رو واقعا من نمیدونم کی تلقی میکرد. سخنرانی های دکتر شریعتی حسینیه ارشاد یکی از مساجد نوساز تهران را به کانون تجمع جوانان بدل کرده بود که به گفته مهندس بازرگان اصولاً با هدف تازه‌ای بنیاد شده بود. بانیان اونجا اشخاص کم و بیش اداری یا تاجر یا کاسب بودن یا وکیل عزیزه که هم عرق ملی داشتن و هم اسلامی و مذهبی، و اونجا رو از ابتدا پایش رو
روی استقلال از هم دولت هم استقلال از روحانیت سنتی گذاشتن و تشکیلات و ترتیبش هم خیلی فرق داشت با مساجد و محافل مذهبی سنتی ایران و کسانی رو دعوت میکردن برای سخنرانی که بیشتر کلامشون مورد احتیاج و مورد استقبال باز همین قشر جوان متدین باسواد یا اداری و بازاری باشه و گویندگان برجسته اینجا صحبت میکردن، خود مرحوم مطهری اینجا مدتی صحبت میکرد و بعدم که دستشون به دکتر شریعتی رسید و در مدت کوتاهی سواک اجازه داد که اونجا صحبت بکنه، اون موقع دیگه یک جهش فوق‌العاده و یه حالت انفجاری اونجا پیدا کرد. رونق کار روشنفکران مذهبی حکایت از محدود بودن تأثیر روشنفکران دیگر داشت که به گفته دکتر رضا براهنی ابزار کارشان برای مبارزه عام سیاسی مناسب نبود. بعضی از نویسنده ها باید مخاطب رو به هیجان بیارن و مخاطب رو تحریک بکنن. اینا میخواستن که یه طبقه خاصی رو به حرکت وادارن که خب اون طبقه به صورت جدی با ادبیات آشنایی نداشت. در نتیجه ادبیات چون محبوس در ابزار خاص خودش بود و مخصوصا ادبیات جدی، نمیتونست اون تأثیر قاطع رو از نظر سیاسی یا از نظر اجتماعی بر کسانی که فرض کنید که یک موتور حرکتی رو تشکیل میدادن بر اونا اثر قاطع بذاره. در پاییز 1356 که نویسندگان و شاعران 10 شب در باغ انستیتو گوته در شمال تهران گرد هم آمدند، هزاران تن برای شنیدن سخنان آنها هجوم بردند. اما به گفته اسماعیل خویی، اکثر حضار در پی سیاست بودند و نه ادبیات. در حقیقت مردم آمده بودند برای رویارو شدن با همین فضای سیاسی. مردم هیچ شاعری رو که به اجتماعی بودن نمیشناختند، هم از پیش در اون چپ ها نمیپذیرفتند. یعنی در شرایط خفقان وظایف سیاسی تا اندازه ای بر دوش فرهنگ سوار میشه، سیاست در فرهنگ پناه میگیره و فرهنگ به ناگزیر سیاسی میشه و شاعران و نویسندگان هم در این 10 شب معروف به اقتضای حال دعوت حضار را اجابت کردند. دوستان، عزیزان، در این 10 شب که بر ما گذشت، شبهای فرخنده نوید بخش، شاعران و نویسندگان شما فرصت اون یافتند که در جمع شما بنشینند و گوشه ای از گفتنی‌های این زمان را بگویند. 10 شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به 10,000 و بیشتر می‌زد آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک، روی آجر و سمنت لبه حوض نشسته و ایستاده در هوای خنک پاییز و گاه ساعت‌ها زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید. چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی. نیروی بزرگ در کار پدید آمدن است. دوگانگی ما و شما در این شبهای خدایی می گدازد و یکی می شود و اکنون در این شب که پایانش نزدیک است به گفتارم پایان می دهم. سلام بر دوستان، درود بر دور و نزدیک و بندی و آزادتان.